بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام به مخاطبین محترم برنامه سیمرغ. امشب در ادامه گفتگوهایی که با صاحب نظران کشور در حوزه توسعه داریم، مهمان برجسته‌ای داریم خدمتشون هستیم که سوابق مؤثری در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی کشور دارن. امشب ما میزبان جناب آقای محمد علی ابتهی، رئیس مؤسسه گفتگوی ادیان که سالها تجربه مدیریت حوزه فرهنگی در حوزه رسانه، رادیو و دفاتر صدا و سیما در خارج از کشور، در حوزه وزارت ارشاد در دوران وزارت جناب آقای خاتمی و همچنین مسئولیت مهم ریاست دفتر رئیس جمهور در دولت آقای خاتمی رو بر عهده داشتن. جناب آقای ابتهی، خیلی مقدم عرض میکنم خدمتون، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و اگر موافق هستید یک سلام علیک مقدماتی با مخاطبین داشته باشید، در خدمت هستم. منم عرض سلام دارم خدمت مخاطبان عزیز و خدمت شما و دستندرکاران برنامه. امیدوارم که این گفت و شنودها به جامعه کمک کنه که مبنای رفتار اجتماعی گفت و شنود باشه، حرف زدن باشه، نقدها در چارچوب شنیدنها و حرف زدنها شکل بگیره و نهایتاً جامعه یک جامعه متعادل و متسامحی بتونه از این گفت‌وشنودها بیرون بیاد. خب جناب ابتهی، ما تا الان چند برنامه رو با صاحب نظران مختلف کشور داشتیم. روال برنامه ما با کارشناسان و صاحب نظران قبلی این گونه بود که بخشی از موضوع رو، زمان بحث رو روی موضوع مباحث نظری توسعه می‌پرداختیم. حالا من در این اینکه علاقمندم دیدگاه حضرت عالی تو این حوزه هم بدانم، اما با توجه به جایگاهی که شما داشتید، یعنی ما وقتی برنامه سیمرغ رو طراحی می‌کردیم، یکی از پوزیشن‌هایی که فکر می‌کنیم مهمه در روایت مسئله توسعه، یعنی روایت واقعی‌تر از مسئله توسعه، پوزیشن رؤسای دفاتر رئیس جمهوره. یعنی رؤسای دفاتر رئیس جمهور به خاطر جایگاهی که داشتن، طبیعتاً زاویه دیدشون، تجربه زیستشون تو حوزه اداره دفتر رئیس جمهور و مراجعات و مواجهاتی که داشتن، چه بسا در بعضی حوزه‌ها نوع تعاملاتشون حتی بیشتر از خود رئیس جمهور هم باشه، چون به هر حال رؤسای جمهور به هر حال شاید دسترسی بهشون محدودتر باشه، اما رؤسای دفتر در واقع فراغ بال بیشتری دارن، میتونن با وزرا، با مدیران ارتباط بیشتری داشته باشن. ما از این منظر به نظرم تجربه زیسته حضرت عالی تو اون دوران، به علاوه حالا گذشته‌ای که در حوزه فرهنگی حضور داشتید، برای ما بسیار واجد اهمیته. یعنی روایت شما از مسئله توسعه به نظرم میتونه یه مقدار فراتر از بحث تئوریک باشه. یعنی حالا من نمیخوام بحث تئوریک رو بازی نداشته باشم، اگر از فعلا اگر نکاتی دارید حتما ما خدمتون باشیم، مطرح بفرمایید. اما از این زاویه من میخوام اگر موافق باشید اون روایت شما رو از توسعه در 30 و چند سال اخیر، چون ما ابتدای انقلاب از 58 و 68 تو دهه اول که خب دهه تأسیس و تثبیت و جنگ و اینها بود، خیلی ما ایده های توسعه رو اون دوره نداریم. ایده توسعه بعد از 68 مطرح میشه. دوره هست که دولت های هاشمی اومده، بعد دولت های خاتمی اومده و شما تقریبا تو بخش مهمی از این
دوران بخیر جزو بازیگران شاخص هستید در صحنه سیاست و فرهنگ ایران. اگر موافق باشید از اینجا شروع کنیم که شما چه روایتی دارید از فراز و فرودهای توسعه از 68 به این سو. حالا در بین این حالا میشه اون دیدگاه های تئوریک رو هم مطرح کرد. من از این بابت چون میخوام فرصت رو مغتنم بدونم حضور جناب عالی در این برنامه که ما بتونیم اون روایت شما رو ثبت بکنیم و حالا تا حدی هم روش بحث کنیم، گفتگو کنیم. در خدمتتون هستم. خیلی ممنون از توضیحاتتون. طبیعتاً بحث‌های نظری توسعه یه بحث‌های عمومی تئوریکیه که خب در همه جا و در همه لغتنامه‌ها و روش‌های اجرایی یک فصل مشترکی دارن. من بیشتر علاقمندم که یک نقبی بزنم شروع بحثم رو به یک نگاه متفاوت به توسعه ای که در دوران آقای خاتمی شکل گرفت و متفاوت بود با حوزه های توسعه ای دیگه. عمدتا در دوران آقای هاشمی، خدا رحمتشون کنه، توسعه با سازندگی که شکل گرفت تقریبا محور اصلیش و جدیش و شاید تنها محورش مباحث و مسائل اقتصادی بود و اینکه جامعه رو باید تبدیل کرد به یک جامعه ای که بتونه نفس بکشه، بتونه زندگی کنه بعد از جنگ. زیرساخت‌ها همه از بین رفته، توی یه چنین شرایط بحرانی خب جامعه رو باید تبدیل کنیم به یک جامعه اهل زندگی و اهل آسایش که خب بسیار هدف خوبی هم بوده در اون شرایط، تبدیلش کنیم به این و نگاه ها بسته شد و گره خورد روی حوزه اقتصادی. حالا من چون بحث دوره آقای هاشمی نمیخوام بکنم، به جزئیاتش کار ندارم که این اتفاق خب خیلی در اواخر دوران آقای هاشمی رفسنجانی خیلی بالا گرفت، شکل تلخی داشت نسبت به اقشار مختلف جامعه و توسعه اقتصادی که در اثر اون توسعه اقتصادی بخش زیادی از جامعه داشتن فرودستان له می شدند. دوران آقای خاتمی یک اتفاق مهمی که افتاد این بود که آقای خاتمی این رو دیگه از نظریات و دیدگاه خودش بود. آقای خاتمی به توسعه همه جانبه اعتقاد داشت. توسعه همه جانبه یعنی به همون میزانی که به اقتصاد اهمیت میدی به سیاست اهمیت بدی، که حالا من این رو توضیح میدم، به حضور مردم اهمیت بدی، به اصطلاح جامعه مدنی اهمیت بدی، به آزادی های اجتماعی اهمیت بدی، مردم درگیر اتفاقات جامعه خودشون بشن. من یه خاطره قشنگی بگم قبل از اینکه آقای خاتمی خب طبیعتاً رئیس جمهور بشه تا دوران انتخابات، یه استدیویی بود در حدود دربند وابسته به مؤسسه مرکز نشر آثار امام بود به نام عروج. برنامه آقای خاتمی اونجا ضبط میشد برای سال 76. برنامه آقای خاتمی اونجا ضبط میشد و اونجا آقای خاتمی برنامه های تلویزیون برای تلویزیون ها اولین برنامه تلویزیونیشون رو ضبط کرد. تو اولین برنامه تلویزیونی آقای خاتمی بحث جامعه مدنی رو مطرح کرد. خیلی اون موقع غریب بود موضوعش، شاید الان یک لغت آشنایی باشه ولی اون روزا لغت آشنایی نبود. بحث جامعه مدنی رو شروع کرد و اینکه ما باید در جامعه مدنی این چنین توسعه ها ابزار توسعه اجتماعی عمومی و همه جانبه داشته باشیم و توی این فضا باید ما کار بکنیم و قرار بگیریم و اینا. این مثلا ظهری بود ضبط شد و من یادمه که شبش قرار بود که پخش بشه، فرصت کمی بود. این رفت برای پخش، سه تا برنامه از رئیس جمهور میگرفتن، یعنی از کاندیدا میگرفتن برای اینکه پخش بشه.
رفت برای پخش و این موضوع پخش شد و همون شبانه پیگیر شدن که فردا صبح که ما میخواییم برنامه دوم رو ضبط کنیم یه دی از این دوستان کارگزار که ما حتما میخواییم قبل از چیز قبل از اینکه آقای خاتمی سخنرانی دومش رو انجام بده من میخواییم ببینیمش. آمدن در همون عروج اون جلسه رو منم بودم، البته خب هنوز رئیس دفتر اینا که نبودم، همینجور به عنوان دوستان شخصی آقای خاتمی تو اون جلسه من بودم. دوستانی که الان به ذهنم میاد که تو جلسه بودن، مرحوم نوربخش بود، آقای نجفی بود، آقای کرباسچی بود، یکی دوتا دیگه که الان یعنی دقیقی یادم نیست، ولی این سه نفر رو یادمه. آمدن یه بحث مفصلی کردن که آقای خاتمی این حرف هایی که شما میزنی به درد جامعه نمیخوره و جامعه بحث اقتصادی میخواد، ما خودمون تلاش میکنیم، چون به خصوص آقای نوربخش و آقای نجفی تو حوزه مسائل اقتصادی اینا هم بودن، ما خودمون تلاش میکنیم، آمار ارقام میاریم، نمیدونم چیکار میکنیم، اینا مردم الان فقط تشنه مسائل اقتصادی هن. هیچ نوع این نوع نگاه های شما و جامعه مدنی و این حرفا رو نمیفهمن و نمیدونن به چه دردشون میخوره، بنا به همون روحیه‌ای که اون ایام مطرح بود. آقای خاتمی هم یه بحث مفصل و مشبهی همونجا با اونا کرد که نه من معتقد نیستم این پایه توسعه همه جانبه رو در گفتگوهای قبل از انتخابات مطرح شد، نه اینکه به عنوان اعتراض یه عده از دوستان کارگزار آمدند و مطرح کردن که باید فقط به توسعه اقتصادی توجه بکنین. آقای هاشمی هم این کار رو کرده بود و هیمنه آقای هاشمی هم اون موقع بر حاکمیت حسابی حضور داشت و آقای خاتمی گفت نه من نگاه هم نگاه متفاوتیه، توسعه همه جانبه رو. شاید منم مثلا که خب خیلی تو این چیزا نبودم، 20 خورده سال پیش اولین باری که این توسعه، یعنی این میخوام بگم به ذهنم موند که توسعه همه جانبه ما لازم داریم نه توسعه اقتصادی، رو در اون جلسه مزهای خاتمی شنیدم. خب با همون روال مناظره ها پیش رفت و گفتگوها پیش رفت و آقای خاتمی به جایی که وارد واقعا مسائل اقتصادی بشه، توی حوزه های اجتماعی، حوزه های سیاسی، حوزه های مدنی شروع کرد صحبت کردن و اتفاقا همین نقاط بود که آقای خاتمی رو متفاوت کرد. یعنی تو اون دوره وعده های اقتصادی مختلف نبود که آقای اون رأی بی، یعنی رأی حالا نگیم بی نظیر، رأی مهم رو تو اون شرایط اجتماعی درست کرد، اونم تو اون شرایط سخت. یعنی شب دوم خرداد، دوم خرداد 76 که فرداش قرار بود چیز بشه، ما یه جلسه داشتیم با آقای خاتمی، من بیروت بودم اون موقع، میام آمده بودم اینجا بمونم برای کار ستاد اینا، یه جلسه داشتیم در این چهار کالج با آقای خاتمی بود، آقای موسوی خوینیا بود، آقای موسوی مهندس موسوی تو خیابان بهافرین، نه 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 اون بهافرین ما رو بعد ستاد بود، در این چهار کالج دفتر یکی از اقوام آقای خاتمی بود، آقای موسوی خوینیا بود، آقای نوری بود، آقای عبدالله نوری موسوی مهندس موسوی بود، آقای کروبی بود، اونا که یادمه، توی دوستان خودمون آقای تاج‌زاده بود، آقای امینزاده بود، آقای کرباسچی آمد و اونجا بود، حالا همین دوستانی که اون موقع مشاوران اصلی آقای خاتمی بودن تو جلسه آمده بودن. تو آقای کرباسچی از تو جیبش، مثلا حالا یه نیم ساعت به غروب بود، از تو جیبش یه سری ورقه در آورد، ورقه رأی که هنوز باید فردا توضیح بشه و روی همش نوشته بود ناطق نوری. این ورقه‌های رأی رو گذاشت رو میز، گفتش که امروز دوستای ما از تو خرم‌آباد فرستادن، تو خرم‌آباد اینا از امروز پر شده و خیلی نگران تقلب بودند. یه آدم مصطفی تاج‌زاده تو همون جلسه گفتش که خط قرمز ما نخوندن رأی مردم است و تقلب است و اینا. بلند شدن آقای خاتمی و آقای کرباسچی و آقای نوری، از همونجا رفتن منزل آقای هاشمی به عنوان رئیس جمهور.
منزل آقای هاشمی و ما نشستیم تا اینا برگردن. این شب انتخاباته؟ شب دوم خرداد، یعنی پنجشنبه اول خرداد. وقتی که آمدن اونجا توی جلسه ما نشستیم برگشتن، گفتن که آقای هاشمی گفته حالا من امشب محسن رو میفرستم برای خرم‌آبادی بررسی بکنه به عنوان رئیس سازمان بازرسی، ولی تا 2 میلیون من حس میکنم آمادگی تقلب وجود داره، بین 2 تا 3 میلیون و اینا، بستگی به آرایتونه، که خیلی اونجا عصبانی شدن همه دوستان، بستگی به آرایتونه، اگر مثلا با 2 میلیون و 3 میلیون این به هم بریزه تکونش بده، خب خیلی کاری نمیشه کرد. حالا جالب بود رئیس جمهورم اینجوری صحبت کرده بود، خیلی کارش نمیشه کرد، ولی اگر بیشتر از این باشه خب بردین شما، یا طرف مقابلتون اگه بیشتر باشه، که البته خب اون خیلی احتمالش کم بود اون شب. من میخوام بگم که این بحث که توسعه اجتماعی رو ما بتونیم مطرح کنیم، که حالا این خاطره هم به ذهنم آمد، از قبل از اینکه آقای خاتمی رئیس جمهور بشه یکی از مسلمات ذهنی خودش بود. بعضی چیزا بود که خب در اثر گفتگوها، در اثر مباحث زمانی تاریخی اینا تو ذهن رئیس جمهور میشست، به خصوص مسائل اقتصادی. آقای خاتمی یک دوران مفصلی رو بعد از ریاست جمهوریش گذاشته بود، هفتگی تمام اقتصاددانا رو دعوت میکرد که این بحث اقتصادی اونجا چکش بخوره. از ابتکارات شخص من میخوام، چون این بحث اقتصادی رو میخوام ادامه، میخوام اینجا پرسش از هستادی داشته باشم. ببینید امروز اگر شما نگاه میکنید به روند 8 ساله دولت های جناب آقای خاتمی و بعد مقایسهش میکنید با دولت های هاشمی، ببینید من تلقی خودم رو میخوام نظر از سالی رو بدونم. ببینید ما شاید برخلاف اون تصوری که خیلی عمومیت داره که دولت های هاشمی توجهی به توسعه فرهنگی و اجتماعی نداشت، اما وقتی ما میریم اون دوره رو نگاه میکنیم میبینیم که مثلا ملی مذهبی ها ایران فردا رو منتشر میکنن، آقای لطف‌الله میثمی راه مجاهد رو اون موقع منتشر میکنه، سلام ابتدای دولت های هاشمی منتشر میشه، روزنامه همشهری، یعنی همین آقای کرباسچی که به هر حال نوع نگاهش تو مدیریت اینو نگاه اقتدارگراست، اما میاد فرهنگسراها رو تو سطح شهر ایجاد میکنه، روزنامه همشهری که خب یک انقلابی بود واقعا تو حوزه رسانه اون موقع، روزنامه رنگی سرشار از روح زندگی، ایران هم بچه منتشر، بله ایران هم شد، ایران رو آقای وردی‌نژاد منتشر کرد. به نظرم میرسه که و دانشگاه آزاد، یعنی من فکر میکنم که اتفاقی که اتفاقا تو دوره آقای هاشمی افتاده تو توسعه فرهنگی اجتماعی و مثلا توجهشون به حوزه ورزش زنان، اینکه برای اولین بارشون معاون زنان رو منصوب کرد، حوزه در واقع دختر خانمشون رو ورزش زنان رو سپردن، میخوام بگم اتفاقا اون دوره به نظر نمیاد خیلی دوره بسته‌ای بوده. شاید درست میگید شما، شاید فضای سیاست ببینید مبنای کار رو من میگم، مبنای کار این بود که اگر هر چیزی جلوی توسعه اقتصادی رو بگیره باید به همش زد. خب به نظر شما این ایده درست نیست؟ حالا من نه، هم باید به نظر من قطعا درست نیست. میدونید چرا من اینو میخوام؟ میخوام پرسی از شما داشته باشم. نگاه نمیگم شاید اکثر جامعه هم این نگاه شما رو داشته باشن، یعنی یه نگاه، من میگم در ادامه بس، یه نگاه رضا شاهیه، یعنی قلدریه مثل رضا شاهی که مثلا سالم هم باشه ولی خب بیاد اونجا قلدری بکنه، این دیگه توی جامعه توسعه مدنی و توسعه اجتماعی نیست. من میخوام یه از یه زاویه دیگه بپرسم از خدمت. حالا شما ممکنه بگید که این حرف، این روش آقای خاتمی روش درست نیست، ولی اون روش به اصطلاح دیکتاتوری متسالم، حالا هر چی بگیم، اون میتونه برای مملکت جواب بده، ولی ما به عنوان اون کار نیامده بودیم، ما آمده بودیم برای ایجاد دموکراسی. من عرضم اینه، ببینید جامعه، یعنی شما هرم مازلو رو که ببینید، جامعه یه مجموعه از نیازهای ابتدایی داره، یعنی بهداشت میخواد، مسکن میخواد. چرا در عمل اینجوری نشد؟ یعنی من میخوام بگم ببینید آقای هاشمی در همون دوران خودشون
خب اینایی که شما میگید اتفاق افتاد، این خیلی آسیبی هم نداشت، به خصوص ما همشهری اینا که در راستای اهداف دولت سازندگی بود. یعنی یه طبقه متوسطی رو، بله، یه طبقه متوسطی رو آوردن وسط که اتفاقا اون طبقه متوسط رو خاتمی رو انتخاب کرد. من نکتم اینجاست. نه، یعنی اون طبقه متوسطی که تو دولت‌های هاشمی اومد رو، اون طبقه متوسط روز انتخاب آقای خاتمی رو انتخاب. ممکنه اونام جزشون بودن، بله قبول دارم. ولی ببینید اونجایی که احساس خطر میکرد توی حوزه دیگه، وزارت اطلاعات دوره آقای هاشمی وزارت اطلاعات توسعه گرایی طبیعتا نبود. یعنی یک وزارت اطلاعاتی بود که کنار این توسعه های کوچولو وایستاده بود که مراقبت بکنه، و بعد اون وقت وقتی که وارد عمل میشد، وارد عمل میشد در سطحی که مثلا روشنفکرها و نویسنده ها و شاعرهای مملکت رو سوار مینیبوس کنه ببر از اون بالا دره بندازه پایین. یعنی اینا وقتیه که دیگه میبینه که اون که آقای حفظه اون که زمان آقای خاتمی اتفاق افتاد. یعنی اون باند، خب میدونم باند زمان آقای خاتمی اتفاق افتاد، ولی ولی اون باند خودسر فرقش همینه. در دوران آقای هاشمی حتی یک کلمه ابراز تنفر از این کار از سوی سیاسیون مطرح نشد، در حالی که آقای خاتمی آمد خودش بیانیه داد که این رو وزارت، خیلی تفاوت ماهوی داره. اما من حرفم اینه که وقتی که این جامعه مدنی اصلا در رشد آقای خاتمی در اینه که جامعه رو مال خودشون کرد. یعنی در حقیقت ما در تو وزارت کشور یادم یه معاونت داشتیم، معاونت جامعه مدنی و NGO ها و جامعه مدنی، اینا کارشون چی بود؟ کارشون این بود که می آمدن مشکلات دولت رو بر دوش خودشون می کشیدن، و این مشکلات دولت وقتی می داختن رو دوش خودشون، طبیعتا خودشون هم پاسخگو بودن. مثلا در ممیزی تئاتر و سینما و کتاب، حتی اینجوری شده بود که خود ناشرها کسی تعیین می کردن، خود سینماگرا، تئاتچیا، اونا خودشون کسی رو تعیین میکردن، و چون خودشون تعیین میکردن گاهی وقتا ما میبایست بریم وسط و چیز کنیم، آقای کمی شل کنیم مثلا به خاطر احتیاط خودشون، ولی خودشون این کشور رو نگه میداشتن. به همین دلیل هم هستش که در توسعه همه جانبه که در دوران آقای خاتمی شکل گرفت، در توسعه همه جانبه توسعه اقتصادی، این نقطه مهم میشه، توسعه اقتصادی هم نضج و سامان گرفت. ولا توی اون شرایط که همه الان آمار همه دولت ها، آمار در مورد همه دولت ها رو که نگاه میکنن و همه کارشناسان از نظر اقتصادی دوران آقای خاتمی رو دوران بهتری میدونن، بله دوران بهتری میدونن، به این دلیل که نه به دلیل اینکه اقتصاد اصل بود، به دلیل این بود که مردم اصل قرار گرفتن، و چون مردم اصل قرار گرفتن خودشون کمک کردن با نفت 8 دلار، 2 دلار، 10 دلار. این رو مقایسه کنیم با مثلا دوران آقای احمدی نژاد نفت 120 دلار، اون نه اون رو مدیریت کرد به نحوی که آخر سالهای آخر، یعنی ماهای سالهای آخر حکومت آقای خاتمی صندوق ذخیره ارزی هم درست کرد. خب این اقتصاد شکوفاست. این اقتصاد شکوفا بر اساس اولویت دادن توسعه اقتصادی نبود. من میخوام بگم اگر توسعه همه جانبه باشه، اگر توسعه سیاسی اجتماعی باشه، مردم حس آزادی و تصمیم سازی داشته باشن و توی اون تصمیم سازی خودشون رو ببینند و فعالیت خودشون رو ببینن، طبیعیه که تو حوزه‌های اقتصادی هم به دولت کمک میکنن. یک دولت موفق دولتیه که مردم بتونن باهاش باشن. من همه الان هم نظرم در ارتباط با همین اتفاقات که میفته، یک نوع پررنگتری از اون دوران آقای هاشمی داره الان شکل میگیره که همه یک دست باشن، همه یک نظر باشن، همه یک پارچه باشن. مردم شرکت کردن نکردن، کسی خیلی برای تعداد آرا اهمیت قائل نیست. وقتی که اینا ریزش های جانبیه که حکومت متزلزل میکنه، اما اگر این ریزش های جانبی وجود نداشته باشه و مردم حس کنن که مال خودشونه، جامعه، اون تعبیر روز اول آقای خاتمی، جامعه مدنی داره کشور رو اداره میکنه
و نظرات جامعه مرد مدنی و مردم خیلی پر اهمیته، مردم هم متقابلا حس میکنن که باید این مجموعه رو نگه دارن و به همین دلیل هم بزرگترین ضربه های امنیتی رو در دوران آقای خاتمی شکل گرفت. یعنی یه مجموعه بودن که قبل از انتخابات همین وزیر اطلاعات دوران آقای هاشمی و این آقای فلاحیان اعلام کرد که اگر آقای خاتمی بیاد امنیت ملی آسیب میبینه. خب اونا که این حرفا رو زده بودن بعد که آقای خاتمی آمده بود مجبور بودن کاری بکنن که امنیت ملی آسیب ببینه. و چون حوزه آقای خاتمی جامعه مدنی بود و جامعه مدنی رو باید نویسندگان، اهل اندیشه اینها اداره بکنن، اولین کاری که کردن رفتن سراغ روشنفکرها و نویسنده ها و قطره زنجیری و ایجاد یک وحشت اینجوری. و شاید هم کمترین دورانیه بود که همه هواداران رئیس جمهور به مناسبت های مختلف دستگیر می شدن. بعد در همون دوران وقتی وزارت اطلاعات کمی بعد از قطره زنجیری آمد متعادلتر رفتار بکنه، اطلاعات سپاه درست شد، یعنی درست همون ایام. بعد اطلاعات سپاه وارد دستگیری های بزرگ جریان ملی مذهبی ها شد، نهضت آزادی ها شد. همه این تلاطم ها برای این بود که اون توسعه همه جانبه شکل نگیره. بله، برای توسعه اقتصادی هیچ کدوم از این چیزها نیاز نبود. من یه نکته عرض کنم، دوستم نظر شما رو بدونم. من فکر میکنم بخش مهمی از دولت آقای خاتمی حتما به خصوص تو برنامه سوم، در واقع تقریبا بخش مهمی از شاخصهای برنامه رو محقق کرده. تا حد زیادی برنامه سوم که برنامه موفقه. اما من فکر میکنم ما حتما در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت آقای خاتمی نمیتونیم اون زیر ساختار روندی که تو دولت آقای هاشمی شکل گرفته بود به ایشون تحویل شده بود، یعنی به دولت آقای خاتمی تحویل شده بود و اتفاقا کارگزاران اقتصادی دولت آقای خاتمی غالبا همون نوع مدیرانند. یعنی اتفاقا موتور اقتصادی دولت آقای خاتمی اغلب کسانی هستن که تو شبکه آقای هاشمی یا تو شبکه دولت آقای هاشمی بودن. یعنی مثلا من نمیگم که به توسعه اقتصادی نیاز نداشتیم. من همه حرفم اینه که این توسعه اقتصادی بخشی از توسعه جامعه بود و اون توسعه بخش‌های دیگه توسعه توی دوران آقای هاشمی و دوران‌های بعدش. حالا من میخوام همینجا مثلا نرخ مشارکت رو از تالی اشاره فرمایید. ببینید آقای، ما وقتی دولت‌ها رو میام از منظر نرخ مشارکت می‌بینیم، دولت آقای هاشمی با همه حال نکاتی که از تالی فرمودید که به توسعه اقتصادی اولویت داده، به سیاست، فرهنگ توجه در واقع تو اولویت خودش نداشته، اما روزی که دولت آقای هاشمی میخواد انتخابات دوم خرداد رو برگزار کنه نرخ مشارکت بالای 70%. اما در دولت آقای خاتمی وقتی ما شوراهای دوم رو برگزار میکنیم و اونجا دیگه نظارت، هیچ نظارتی هم عملا نیست. یعنی حتی نیروهای نظامی از این حرفایی که این حرفی که داری میزنی روزی 50 بار کیهان میمیسه. خب خیلی چیز نیست، ولی یعنی میخوام بگم جوابش 100 بار داده شده. اشکال نداره، همین میخوام بگم چرا نرخ مشارکت، نرخ مشارکت زمان آقای هاشمی، نرخ مشارکت زمان آقای هاشمی اساساً اصلا ربطی نداشت به رئیس جمهور و دولت، به دلیل اینکه خود آقای هاشمی در مصاحبه‌ای فرمودن که من خودم خوندم از موضوعشان که ایشان خودش گفته بود من به آقای ناطق رأی دادم. بله شما این بله. نظر بله درسته، آقای ناطق رأی دادم و وزارت کشورش هم وزارت کشوری نبود که آقای بشارتی بود بخواد مثلا از هواداران آقای خاتمی باشه یا چیزی تو این مایه ها باشه. اون موج جدیدی در حقیقت در برابر هاشمی که اقتصاد رو یک اقتصاد تک‌محور میدونست توی جامعه و توسعه رو یک توسعه تک‌محور میدونست، اون موج زدگی از این فشار که فشارهای اقتصادی جدی هم روی بدنه بخش‌های مختلف جامعه ایجاد کرده بود و از اون مهمتر عدم وجود آزادی‌ها، عدم وجود
حضور مردم، عدم وجود قدرت. شما این گونه نمیبینید که مطالبات مردم، ببین ما سال 67 من میبینم که مطالبات مردم ارتقا پیدا کرد، ارتقا پیدا کرد دولت هاشمی، ولی ارتقا پیدا کرد و اعتراض به دولت آقای هاشمی که چرا این آزادی ها توش وجود نداره و چرا توی، چون خود آقای هاشمی یادمه این رو بارها گفت و زمانی که آقای خاتمی رو میخواستن عوض کنن در اختلاف نظرهایی که ایشان با رهبری داشت و اینها و بحث تهاجم فرهنگی و اینها، خب آقای هاشمی خیلی راحت، این خیلی سمبولیکه این بحث، خیلی راحت گفته بود که من حوزه فرهنگ و حوزه اطلاعات رو سپردم به رهبری، من توی حوزه خودم کار دارم، یعنی حوزه اقتصاد. خب یعنی اون دوتا بال اصلی اگر ول بشه، خب قطعا اقتصاد هم اقتصادی نیستش که فعال بشه و شاید هم مشکل اصلی آقای خاتمی با بخش‌های جدی حاکمیت و نظام هم به خاطر تأثیرگذاری و جدی گرفتن این دو حوزه بود، حوزه امنیتی و حوزه فرهنگی. خب اینجا این تعارضاتی که ایجاد شد، ببینید ما به اول با یک جریان مطبوعاتی جدید روبرو هستیم که خب فضا رو کاملا دگرگون کرده، روزنامه جامعه اومده با تیراژ 400-500 هزار تا. اینا از چیز است خب، حالا همه میخوام بگم تبعات وجود دولت توسعه گرای به نظر شما این تعارضات به اون روند توسعه آسیب نزده؟ ببینید من میخوام بگم شما وقتی روند رو ببینیم ها، مثلا اینجا فارق از این کس چه کسی بر سر کاره، ببینید این برمیگرده به هم شناخت اون دوره و هم اینجا روایت شما اهمیت داره آقای امتحی، یعنی چون شما کنار آقای رئیس جمهور بودی. ببینید ما من میخوام بگم اون روایت خودتون رو، روایت اصلی ما اینه که خب این یعنی اتفاق آقای خاتمی نوعی تندروی نمیدیده، اتفاق قرار بود نبیاد، خب اتفاق وجود آقای خاتمی و این فضا قرار بود نیفته، درست افتاد. وقتی افتاد تا یه سالی یک نوع آتش بس و یا حتی ماه عسلی وجود داشت تا قضایای کوی دانشگاه اتفاق افتاد. دقیقاً توی قضایای کوی دانشگاه و بعد از قضایای کوی دانشگاه و اینا یک عده افراطی تون در طول این یک سال قبل از اشاداش، نه تحلیل من این نهایه، تحلیل من این که فکر میکنم که نزدیک رئیس جمهور بودم، این بود که این جریان دو طرف داشتن تلاش های عجیب غریبی میکردن. یک طرف تلاش نزدیکان آقای خاتمی بود، یعنی هواداران و اندیشه های نزدیکان که میگم از مثلا آیت الله منتظری هم شامل میشه، اون شبکه هوادار هست. بله، حالا هوادار میگم آقای منتظری شد نگیم جزء هواداران، اما به نوعی تو این اردوگاه تعریف، تو این اردوگاه تعریف میشدن. تو این اردوگاه بعد از این فشاری که قرار بود که میشی نیاد و خود آقای خاتمی هم فکر میکرد نمیاد، یعنی من اینو باز شاید نظر خاطره قشنگ باشه، صبح دوم خرداد من رفتم خونه آقای خاتمی تو پاسداران، بعد با همدیگه نشستیم تو ماشین، یعنی یه ماشینی که دوتا محافظ داشت، خونه یه جایی هم میخواستیم بریم رای بدیم دم همون خونهش توی مدرسه دم پاسداران. توی راه این جمله من هیچ وقت یادم نمیاد، آقای خاتمی گفتش که خدا کنه ما امروز رأی اول رو بیاریم از دو مرحله ای که اعتبار جدی تو جامعه وجود داشته باشه، در مرحله دوم هم که دیگه نمیذارن ما بیاییم. یعنی تصور خود ایشون این بود که این چیزیه که گفتگویی که بین من و ایشان گذشت اون روز. بعد اون وقت این نظرسنجی اطلاع نداشتن، چون نظرسنجی ها تقریبا دیگه آره، ولی تصور این بود که ما میکردیم که نظرسنجی ها خیلی چیز نیست، چون من تا اونجا که خاطرم مثلا ایرنا نظرسنجیش تقریبا چرا میابردن، شاید هم یکم امید ته دل داشتم، ولی فکر یه چیزی که میخوام بگم انتظار اگر نگیم، حالا شاید آرزوی آقای خاتمی بود بگیم شاید بهتر بود که بیاد اون گفت اون مجموعه رو ما برداریم با هم دیگه جمع کنیم، یک حزب قدرتمند فکور اندیشمندی درست کنیم، چون اینا که توی انتخابات آمدن با ما آدمای کوچه بازاری نبودن که دیگه، چون میدونستن منافع آینده با اونا نیست، کسایی هستن که اهل اندیشن، اهل گذشتن،
اینا. خب توی یه چنین شرایطی یه سری اطرافیان آقای خاتمی افراط کردند در اینکه خب حالا که قدرت رو به دست آوردیم در برابر قدرت موازی روبرو بود هر چه تلاش داریم بیستیم روبروش بایستیم. این اتفاقا یکی از بحث‌های کلیدی تاریخ اصلاحاته، جلوش بیستیم روبرو مقابله کنیم، تضعیفشون کنیم، نذاریم قدرت بگیرن. حالا مثلا سخنرانی مرحوم آیت الله منتظری شاید یادتون باشه که آره آذر 76 اولین آره 13 رجب مردم اینقدر رأی دادن بلندشو برو اونجا خدمت رهبری بشیم، بگو که مردم به تو رأی ندادن به ما رأی دادن. بعد این اوج آره من این طرفشو چون دارم میگم اوجش توی قضیه قطره زنجیری شکل گرفت که اون جریان هم به نوعی تو قضیه قطره زنجیری آقای خاتمی یک ایده‌ای داشت، میگفتش که ما که حالا روشن کردیم آمدیم خودمون بیانیه دادیم و جلو کارهای اون موقع ما هم طبیعتاً توی داخل کار بودیم، اتفاقات و فجایع وحشتناکی رو از اون دوران قبل از آقای خاتمی یا همون دوران آقای خاتمی میخوندیم، از اتفاقات امنیتی، از اتفاقات گم شدن ها. حالا مثلا در دولت آقای هاشمی، در دولت آقای هاشمی، در دولت آقای هاشمی که حالا نمیخوام بگم آقای هاشمی مقصر بود ها، چون آقای هاشمی خودش میگه همین چیفی که قطرا رو انجام داد. بله میخوام بگم توی همون ماجرا قطرا که زنجیری انجام شد آقای خاتمی میگه ما میخوام این قتلا توی فضای امنیتی وجود نداشته باشه. سه نفر رو ما کشف کردیم، این سه نفر رو وایسیم روش، وقتی روش بایستادیم این قده این سه نفری که ما الان فعلا کار داریم این کنده بشه دیگه تو وزارت اطلاعات از این اتفاقات نمیافته. ما یه سری دوستانی داشتیم هی میگفتن برو بالا، یعنی یه مرتبه بیانیه میدادن که خب آقا این سه نفر چرا سه نفر، لیست دادن 15 نفر بوده، نه که ما ندونیم، ولی اون اتفاق نمیتونست نتیجه بیفته. بعد مرحله بعدی این که خب همه اینا رو اعضای دولت آقای هاشمی انجام دادن، هاشمی چرا خودش جزء این مجموعه نباشه که آل جناب سرخپوش و آل جناب سرخپوش اینا رو یه مرتبه می‌دیدیم. خب این مجموعه هاشمی هم تو سیستم بوروکراتیک کشور خیلی قدرتمند بودن، اینا هم افتادن جلو چیز. باز از اونجا بالاتر رفتن که رهبری تا اون موقع خیلی حمایت می‌کرد از این وضع، رفتن بالاتر که آقا حمایت رهبری که میفهمی تو چه سالی خیلی بارز بود. نه تو قضیه قتل رو دارم میگم. آها یعنی آه. از دولت‌های خاتمی بله. یعنی این موارد رو بله برخورد با اونا رهبری حمایت بله. رفتن بالاتر گفتن که آقا اینا که نمیشه، حتما یه فتوا دهنده ای داره. خب ببینیم اون فتوا دهنده یه جوری میگفتن که انگاری مثلا رهبری فتواش هم داده. خب اونم مجموعه یا روحانیون نزدیک به رهبری. حالا بعید میدونم اونا به روحانیون هم اکتفا میکردن، یعنی اینجوری تصور یه همچیزی. خب اینجا آقای خاتمی همیشه میگه من مدعی این مجموعه تندرو هستم، نه این تندروها مدعی من باشن که چرا من دارم کند میرم، من دارم میرم به سمتی که قتلها رو از سیستم امنیتی جدا کنم. اما اینا تمام سیستم چیزو آورده. من یه دفعه آقای مرحوم حسینیا رفت تو تلویزیون یه چیزای چرت گفتش که این قتلا و اینا در چپ بود. کار خودشون بوده و اینا از هم خیلی تعجب‌وار بود. همون شب یادم خیلی آقای خاتمی عصبانی شد، تلفن زدم من از طرف ایشان به آقای محمدی گلپایگانی. آقای محمدی گلپایگانی گفت من فردا صبح میام اونجا یا نمیدونم آقای خاتمی میره اونجا. حالا خیلی مثلا یه چیزی گفته ما خبر نداریم، مثلا تو جریان نیستیم اینا. من آقای حسینی رو چند وقت بعدش دیدم دم دفتر رهبری، همینجور که توی ملاقاتایی که بود گفتم آخه این چه چیزی بود کردی؟ خیلی آدم صادقی بود دیگه، زیادی هم صادق بود. آقای حسینی گفتش که ما حس کردیم شما میخواید آقا رو بزنید، خیلی ظاهر باطن شما میخواید آقا رو بزنید، ما هم گفتیم شما رو میزنید. حالا اینکه استدلال پشتش هست نیست اینا، میخوام بگم اون جریان افراطی اینور بود. از این خطرناکتر یه جریان افراطی قدرتمند هم اونور بود که اون جریان میگه برای این میگم خطرناکتر، به خاطر اینکه ابزار قدرت در اختیارشون بود. اینها تا اون یک سال اول به خصوص تمام ترمزهاشون توسط رهبری کشیده میشد، یعنی تا کوی دانشگاه، تا کوی دانشگاهش که قطعا اینجوری بود، ترمزهاش توسط رهبری کشیده میشد
و خب این همکاری بود که اتفاق افتاده بود. و من اینجا میخوام از شاید خودم هم جزء اونها نبودم توی اون وقت که بخوام این دفاع الانو بکنم، اما من میخوام بگم که تو تجربه تاریخی نشون داده شد که آقای خاتمی در دوران دولتش این حسی که داشت که باید این جلوی افراطی‌گری دو طرف گرفته بشه و دلسوزانه هر دوشنبه میرفت خدمت رهبری راجع به همین مسئله حرف میزد، چون من تقریبا بیشتر اون گفتگوها رو ایشان، من میموندم توی دفتر تا ایشان میامد و یه استراحتی میکرد و اینا با هم، من حرفها رو هم نوشته دارم هم شنیدم اون موقع اینا، بیشترین حرفش همین بود که بتونه این فضا رو مهار کنه از دو طرف. خب این جامعه مدنی، البته این اشکالی که شما میگید دیکتاتوری قشنگ یه چیزی تو این مایه ها فرمودین، این اشکال داشت که آقای خاتمی خب به این دیکتاتوری قشنگ هم اعتقاد نداشت و میخواست اون آزاداندیشیش داشته باشه، عملا به هیچ کدوم از روزنامه ها چیزی نمیگفت، اما با خیلی از این روش ها مخالف بود، روش هاش که من معتقدم که ضربه اساسی که دولت آقای خاتمی به خصوص مسائل امنیتی و چیز خورد و حوزه توسعه اجتماعی که اون توسعه خیلی احتیاج داشت بهش، این بود که دی آمدن محدودیت ها رو ندیدن، واقعیت ها رو در واقع ندیدن، محدودیت ها، واقعیت ها، من و یا بعضی هاشون تصور نمی کردن. البته بعضی هاشون هم اعتقاد داشتن که اگر آقای خاتمی تهاجم می کرد این واقعیت ها اینجوری باقی نمی موند، مثلا طرف مقابل عقب میشه، طرف مقابل عقب میشه. شاید اگه تو قبل 88 به این سوال نمیتونستیم پاسخ بدیم، سربستهشو میگم، بعد از 88 میتونیم به این سوال پاسخ بدیم که نه چنین چیزی نبود، یعنی اگه تهاجمی عمل میکرد حتی مقاومت ها تشدید میشد. خب توی یه چنین شرایطی بله دیگه بحران اصلی شد نگهداری از توسعه های اجتماعی و سیاسی، ولی باز هم مردم تا اواخر حسشون این بود که میخواد این توسعه سیاسی و اجتماعی دست خودشون باشه و خودشون جامعه رو داره. قبل از دیدن ادامه گفتگوی آقایان ابتهی و داوری در برنامه سیمرغ تیوی، مناسب دیدیم نسبت به آمارهای مرتبط با ادعاهای مهمان و حتی مجری برنامه اقدام کنیم. دوگانه اصلاح طلب و اصولگرا سالهاست که جایگزین چپ و راست شده است، اما آنچه که در این میان نامشخص میباشد مانیفست و اصول هر دو جریان است. الان مشخص نیست چه کسانی و با چه مشخصاتی میتوانند جز جریان چپ سابق یا اصلاح طلب فعلی باشند. این موضوع در مورد جریان راست سابق یا اصولگر فعلی هم صادق است. این نامشروط بودن باعث شده بنا به صلاح دید و یا منفعت جریانی افراد را جز جریان خاصی معرفی کنند، در حالی که سنخیت چندانی با آن جریان ندارند. به همین خاطر تلاش کردیم مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان یک مثال مشخص بررسی کنیم و دریابیم چه جریانی حامی یا مخالف او بودند و این حمایت یا مخالفت را ابراز کردند. من اینجا یه نکته رو میخوام در واقع اضافه کنم. شاید اون نگاه آقای خاتمی نگاه درستیه، یعنی آقای خاتمی متوجه شدن که باید روی مسیری برن که به نوعی افراطیون دو طرف مدیریت بشن. اما حالا اینجا به نظرم روایت شما میتونه خیلی کمک کنه ما. چرا اون اتاق فکرهایی که برای اطراف دولت آقای خاتمی بودن، مثلا حزب مشارکت شکل گرفته، حتی نیروهایی بودن که تو انتخابات دوم خرداد آقای هاشمی درست خودش به آقای ناطق رأی داده، اما بدنه سیاسی اجتماعیش اومده پای کار آقای خاتمی. من میخوام بگم چرا این اتاق فکرها، ببینید همزمان، خب همین روایت که شما میفهمید درست هم هست، اومدن با یه بخشی از بدنه امنیتی و نظامی و سپاه و اینها، وزارت اطلاعات و اینها درگیر شدن، بخششون با رهبری درگیر شدن، حالا یه بخششون اصلا با آقای هاشمی درگیر شدن. یعنی خود آقای هاشمی در مجلس ششم وقتی آمد اعلام کاندیداتوری کرد، کسانی که تخریبش کردن، خب جریان در واقع طیف طرفداران
حزب مشارکت و اینها من بودن. شخصا از کسایی بودم که طرفدار این الان زمان دفاع میکنم درگیر شدن با آقای هاشمی بوده سال 78 سال 78 توی انتخابات مجلس شورا بله بله علتش هم اینه که اگر اون روزا نمیتونستم خیلی مشخص بگم چرا این روزا که خاطرات اون روزای آقای هاشمی منتشر شده دقیقا میشه فهمید چرا یعنی آقای هاشمی دفترشون یک مرکزیت مقابله نگیم حداقل رو در روی با دولت بوده خب ما اینو تقریبا حس چرا تلاش نشد که چون به هر حال ببینید آقای هاشمی ممکنه یه بخش ظرفیتاشون همسو خب نبوده آقای هاشمی... با آقای خاتمی اما به هر حال اون کلیت نگاه توسعه گرا و اینها به نظرم دلیلی نداشته آقای هاشمی خب بیشتر یک آدم عملگرا بود دیگه خدا رحمتشون کنه یه آدم عملگرا بود تو همین عملگرایی بعد از امام یه مرتبه ایشان بود جریان چپ رو فدا کرد نه رهبری سال 68 درست بله ایشان دولت جریان اولش. چپ رو فدا کرد و همه رو نابود کرد و از بین برد میگم اینجا اون بحث شخصی دخیل نبوده فکر می‌کنم یعنی که راهبردی نیست آره بحث شخصیه مثلا نه من راهبردیشو بگم مثلا درگیری آقای خوئینی‌ها با درگیری من راهبردیشو بگم نه من حالا شخصا خودم راهبردیشو تو ذهنم حالا دوستم نداشتم آدم تو این فضا آقای هاشمی رو نقد کنه اما شما ما رو کشوندی به این فضا احتمال خیلی خوبه چون ما آقای محسن هاشمی که مهمانمون بودن خب ایشون روایتی که دارن روایت کاملا خب ببینید این که من میخوام بگم که وقتی که میبینیم دفتر ایشان ملاقات های ایشان نمیدونم همدلی های ایشان با رهبری در این مسائل اینها همش در کنار همدیگه که قرار میگیره خیلی این که آقای هاشمی بتونه اصلاحات رو نگه داره بهش امید نبود نبود که هیچی بلکه شاید از مبانی آقای هاشمی این بود که برگردونه چون الان شما تو خاطراتش که نگاه میکنین هر روز میگه که این طرح رو فلانی آورد اینها چیزایی بود که ما در دوران اصلاحات در دوران سازندگی پیگیری کردیم ریشه این کارا همش در دوران سازندگی است حالا اگه اینا شخصی نباشه انشالله که خب طبیعتاً اصولی هم باشه خب دو تا حوزه بوده دیگه آقای هاشمی رفسنجانی اگر پارلمان رو در اون دوران به عهده میگرفت قطعا این آسیبی که بعد از 15 سال اصلاحات خورد در اون دوران میخورد یعنی به نظر شما آقای مجلس ششم با ریاست های هاشمی کمتر همراهی میکرد نسبت به مجلس پنجم با ریاست های ناطق؟ حتما کمتر همراهی میکرد به دلیل اینکه آقای هاشمی قدرت بیشتری داشت و خودش آقای ناطق از خودش چیز خاصی نداشت یعنی بالاخره کار خاصی نمی‌کنه خب با ترکیب مجلس عرض می‌کنم هم با ترکیب مجلس ششم مجلس ششم وقتی که ترکیبش ترکیب اصلاحاتی حالا هر چیزی که اون موقع اصلاحات شد اسمش هم نبود با ترکیب چپ شکل گرفت تونست که و با مدیریت چپ شکل گرفت تونست که این مجلس باشه حالا این مجلس خوب یا بدش و بالاخره حداقل این پشتیبان اصلاحات باشه ولی اون موقع این نظر شخصی منه ها بازم چیز نیست و که آقای هاشمی اگر واقعا مجلس رو به عهده می گرفت و رأی مثلا اول تهران می آورد این تقریبا یک نوع ابطال آراء دوم خردادی آقای خاتمی تلقی می شد این نکته رو کمتر بهش توجه می کنن که این خب پس معلومه که چون آقای هاشمی حتی اگر تا اون موقع مبهم بود قطعا وقتی به قدرت نزدیک میشد از ابهام در می آمد روحیه آقای هاشمی همیشه اینجوری بود از ابهام در می آمد و بعد یک قدرت جدی بود اون موقع هم تصور آقای هاشمی این نبود که مثلا حالا آقای خاتمی رئیس جمهور و قدرت دومه و اینا تو کشور تصورش این نبود اما یه تفاوت اصلی با دوران آقای مثلا احمدی نژاد داشت که احمدی نژاد خودش در مدا به عنوان رهبر قدرتمندترین فرد جناح خودش مبارزه با هاشمی رو به عهده داشت اما من شاهدم اینجا با اینکه خودم هم مخالف بودم شاهدم که آقای خاتمی باز رهبری آرام کردن مخالفت‌های با آقای هاشمی رو داشت حالا من یه سوال هست از نظر دوستم وقتی قراره
ما 78 اصلاحات از آقای هاشمی عبور کرده. اگه قرار 84 دوباره اینها بیان پشت سر آقای هاشمی، چون این تو افتاد دیگه، یعنی نه افتاد سال 84 بله. تو دور دوم اصلاحات اومد پشت آقای هاشمی. دور دوم فرق میکنه. ببینید حال... تو سال 84 ما اصلا این تصور رو نداشتیم. من میخوام بگم من سوالم اینه ببینید من که چرا اونجا از دست دادیم. من میگم میگه خطای راهبردی اتفاق افتاده. خطای یعنی راهبردی تو اونجا اتفاق نیفتاد اتفاقا. من حرفم اینه توی اون حذف آقای هاشمی خطای راهبردی اتفاق نیفتاد، بلکه قدرت درونی جریان اصلاحات بود. خطای راهبردی که شاید استراتژیک ترین خطای تاریخ اصلاحاته، مسئله سال 84 بود با معرفی 4 تا کاندیدا. یعنی شما حتی اگه آقای هاشمی رو حذف می‌کردیم، یعنی آقای هاشمی رو اصلا به عنوان اصلاح طلب هم حسابش نمی‌کردیم که خیلی هم نکردن، همون آراء موجود آقای کروبی 500 هزار تا رأی کمتر از آقای احمد نژاد آورد. چرا؟ به خاطر اصلاح طلبی نبود. نه، به خاطر تعدد آرا بود. نه، ببین من نکته رو عرض کنم. آقای کروبی سال 84 به خاطر ایده 50 هزار تومانی شون اومدن. این که شما یعنی مردم به خاطر اصلاح طلبی آقای کروبی رأی دادن. اینکه شما هر چیزی از این حرفا رو بگید که ولی بالاخره اردوگاه اصلاح طلبی آقای کروبی رو داره. رأی نداد اصلاح طلب آقای کروبی. میدونم، میخوام بگم اردوگاهش بود. اونجا استراتژیک بود که اگر اصلاح طلبا می اومدن آقای کروبی یه برگ درجه یک گذاشون نیست. نه میدونم، میخوام بگم اگر 50000 تومان اگر بعد از اون دوره همه آمده بودیم پشت سر آقای کروبی، آقای کروبی اصلاح طلب بود دیگه. حالا اون برگ هم یکی از شانس‌های اصلاح طلبی بود. اون پشت خب. معین مگه نیومده؟ میگم دیگه، میگم این خطای استراتژیک همینه. خطای استراتژیکی که من بزرگترین خطای دوران اصلاحات رو میدونم همینه که یک عده پشت سر آقای معین اومدن. اصلا آقای معین هم هیچ، هاشمی هم هیچ، کروبی هم هیچ. اگر این آقای مهرعلی زاده 2.5 میلیون رأی آورده بود، این 2 میلیون رأیش رو 500000 تاش میافتاد رو دوش آقای کروبی، آقای کروبی رأی آورده بود، یعنی آمده بود تو مرحله دوم. تو مرحله دومم آقای احمد نژاد معجزه نکرد. تو مرحله دوم هر کسی با آقای هاشمی میرفت، هر کی با آقای هاشمی درسته در میافت، هر کی روبروی آقای هاشمی قرار میگرفت رأی میآورد. خب طبیعتا میجوز آقای کروبی رأی بیاره. این استراتژیک ترین چیزه که اتفاقا حالا یادش هم بکنیم، پری روز پنجشنبه آقای کروبی یه مرتبه بعد از ظهر زنگ زد به من، همه این ماجرا رو گفت که اون دفعه خب اگر میگفتین اینجوری هی همتون میگفتن، من که البته چون طرفدارش بودم به من نمیگفت، میگفتن که کروبی رأی نداره. خب زمان آقای خاتمی هم که خاتمی رأی نداشت، نمیدونم یه کمی چیز میکردیم. من 500 آخه 500 هزار تا واقعا رأی کمیه. اختلاف بین احمدی نژاد و آی کروبی خیلی کمه. خب ببینید جناب آقای عبتایی، این نکاتی که از سالی در واقع اشاره کردید یه روایت در واقع بلاواسطه‌ای که خود از سالی توی صحنه بودید، از نزدیک کنشگر بودید، کنار آقای رئیس جمهور بودید و انتخاب‌های سیاسی که اتفاق افتاده، یعنی الان از دوم خرداد 76 ما وقتی این روند رو میبینیم که حالا آقای هاشمی میفرمایید که ظرفیتشون در کنار جریان دوم خرداد یه اصلاحات نبوده، چون اساسا خانش ایشون از اصلاحات با خانش قالبی که توی اطراف آقای خاتمی بوده، یعنی اطراف آقای خاتمی اصلا آقای هاشمی جایی اصلاحات رو به رسمیت نپذیرفته. اصلاحات وقتی خود آقای خاتمی هم تو انتخابات دوم خرداد واژه اصلاحات استفاده نکرد. ما تا اصلا یک سالی بعد استفاده نمی‌کردیم توی تاریخ‌های روزمره‌ای که من نوشتم. مهم اتواجه نیست. من البته مثلا ولی خب جامعه مدنی رو به کار می‌برد که یک نوع، اما اصلاحات که آقای هاشمی میگم به رسمیت نپذیرفتش به دلیل این بود که خب اصلاحات یعنی نقد دوران هاشمی دیگه. دقیقاً. وقتی میگی یه چیزی رو میخوام اصلاح بکنیم، یعنی میخوام نقد طبیعتا یه مقدار به این واژه آلرژی داشته. این درست آلرژی مطالعه من ولی خب اگر میامد مثلا مدیریت بیشتری رو هم به عهده داشت قطعا تلاش میکرد که اصلاحاتی نمونه. شما فکر نمیکنید اگر ما مجموعه انتخابهای سیاسی که اتفاق افتاده، یعنی فرایند توسعه باید یک فراگیری درش باشه، یعنی نیروهای اجتماعی کشور از همه طیفی، تندروهای مذهبی تا تندروهایی که به هر حال یه مقدار مدرن‌تر به صحنه نگاه میکنن،
بله. یه همگرایی ایجاد بشه. من به نظرم میرسه اتفاقی که تو 8 سال افتاده، جامعه به سمت یه دو قطبی رفت که این دو قطبی خود اوجش رو تو 84 نشون داد. یعنی آقای احمدی نژاد تونست تو اون فضای دو قطبی که ایجاد شد تو... من قبول ندارم آقای داوری. ببین الان آقای احمدی نژاد رو من منتخب سال 84 نمیدونم، منتخب بی انضباطی های جریان اصلاحات میدونم. یعنی آقای مجموعه آرا رو اگه آقاشی میرم بذاریم روش که دیگه معلومه، مجموعه آرای هاشمی، کروبی، معین، مهرعلی زاده رو بذاریم رو هم دیگه، دو برابر آرای آقای احمدی نژاد اینجاست. خب رأی آقای عذرخواهی میخوام، رأی آقای مهرعلی زاده ماهیت اصلاح طلبی نداده. ببینید ماهیت رأی مناطق آذری داره. شما آقا این حرف رو وقتی برای انتخاب آقای خاتمی هم میزدن، میگفتن که این رأی سکولاریزمه. من دارم آدم ها رو میگم دیگه، اینجوری که نمیشه تحلیل جزئی کرد. یعنی به نظر شما اصلاح طلب ها توی آذربایجان هم آقای احمدی نژاد ترک بود، میتونست اونجا هم مطرح بشه. من دارم در مجموع میگم این مجموعه منتسب به اصلاح طلبی، آقای مهرعلی زاده، آقای معین، آقای هاشمی، آقای کروبی، خب آراشون ما هم دیگه جمع میزنیم دیگه تو همون دوره، توی آرا اینها بسیار آراشون بالاتر از آقای قالیباف و آقای خب بچه هفته بعد کاملا مهرعلی زاده است. تا اینجاش قبول دارین؟ خب پس ایشان نه تا اینجا که آرای اونا بیشتر بود دیگه. آرا اصلاح طلبی در مجموع در سال 84 من خالص اصلاح طلبی رو آقای مهم میدونم. نه بی خود میدونی شما، شوخی نباید تعیین باید بکنی. نه باید ببینی مثلا این جریان فکری کاندیدا داشتن. خب ببینید کاندیدای خالص اصلاح طلبا سال 84 مرحله اول آقای معینه. چرا کاندیدای خالص مثلا اصولگراها آقای قالیباف نباشه؟ اونجا پراکندگی وجود داره. ببین اونجا من روش بحثتون رو قبول ندارم. یعنی اینکه هر کسی رو با یک عنوانی از جریان اصلی خودش و خانزاد خودش دور کنیم، نه، همین الان تا اون روز آقای معین، آقای مهرعلی زاده، آقای کروبی و حالا شاید هم یه درصدی آقای هاشمی جز مجموعه اصلاحات بودن، خواهند بود و همیشه هم هستن. یعنی شما رأی به آقای کروبی رو سال 84 ماهیتش رو رأی اصلاح طلبی میدونید؟ بله من خودم رفتم رأی دادم، مثلا 5000 تا رو نمیخواستم. نه شما درسته، شما عضو مجمع روحانیون این که از آقای کروبی حمایت کردید، شما درسته. ولی خب یه سری از اعضای مجمع روحانیون هم دنبال سر آقای معین بودن، یه سری هم دنبال سر آقای هاشمی بودن. اینو که من دارم میگم خطای استراتژیک، یعنی خطایی که میتونستیم همه اینا رو جمع کنیم دور هم دیگه، خب و نشد و آقای احمدی نژاد رأی نیاورد. این پراکندگی ها باعث شد که 500,000 تا اختلاف. حالا اینجا به نظرم شاید توافق به راحتی نرسید. اگه از این دیگه هم شما اون موقع به خصوص با آره چیز نباید به توافق برسیم، لازم نیست به توافق برسیم. من دارم نظرم رو میگم گفته بشه حالا مخاطبینم، ولی بحث مهمیه، نکاتی که هست. اگر موافق باشید حالا از اون دوران ما برای امروز چه درسی رو برای توسعه میتونیم داشته باشیم؟ یعنی شما یک 8 سال بذارید من اینو بگم. بعد از اون دوران دیگه رؤسای زمان آقای احمدی نژاد به بعد رؤسای جمهور خیلی کاری نبودن. خب یعنی بعد از 84 منظورتون؟ بله. یعنی یک اتفاق توی یک موفقیت زدن جریان اصلاحات، همه قدرت نظامی، انتظامی، معنوی، حمایت‌های رهبری، اینا همه رو با هم دیگه جمع کرد که دیگه اون دوره اتفاق نیفته. نمیدونم شما یادتون هست یک مثلا صوتی از آقای عزیز جعفری منتشر شد، ایشان توی حرفاش این بود که خب ما بالاخره توی انتخابات می‌خواست به یک رجوع احمدی نژاد اینا بالاخره یه خط قرمز داشتیم و اون که اصلاحات نیاد. خب پس اون خط قرمزی بود که اصلاحات نیاد. بعد که اون خط قرمز که بود اصلاحات نیاد، بقیه دیگه باید میبایدن تو اون چارچوبه که هست و بود و اینا کار میکردن. و به همین دلیل چون رئیس جمهور کاری نبود خیلی، یا در دوران آقای روحانی باز یکی رئیس جمهور اصولگرای امنیتی که آقای روحانی باشن،
ایشان یک تمایلی به جریان اصلاحات نشون داد، به خاطر همون تمایلش آسیبی که دید اصلا آسیب بی‌نظیری بود دیگه. در فضا مملکت الان به یک، یعنی مدیریت کشور، مدیریت کشور جامعه رو به دوری بن‌بستی قرار داده که تو اون بن‌بست هیچ نوع امکان اصلاحی وجود نداره و معتقدم از اون بن‌بست بن‌بست خوبیه. میگه شما ها فکر میکنید بن‌بسته، نه خیلی شاهراه بزرگیه. این اختلاف نظر وجود داره. اصلاحات از اون دوم خردادی دیگه، از نوع نگاه دموکراتیزاسیون، هر چیزی که از نظر سیاسی و قدرت مهمتره در چارچوب این نظم موجود نباشه، هر چی که تو این چارچوب نباشه اونو به عنوان منفی تلقی میشه. حالا شاید اصلاحات به معنی چیز خیلی دور شده، به معنای اون نوع آزادی هایی که در دوم خرداد و در فصل اصلاحات بود. توی یه چنین شرایطی نسبت به آینده من تصورم اینه که خب خیلی این حالت جامعه رو کشون به سمت اسیان، این حالتی که مردم اصلا توش دیده نمی‌شدن و نمی‌شوند. اما در برابر این اسیان قدرت نظامی وجود داشت، یعنی هیچ راه گفتگویی نبود در وسط. قدرت نظامی در برابر این اصلاح وجود داشت و چون در برابر این اصلاح قدرت نظامی وجود داشت دیگه طبیعتاً جامعه یک جامعه ناامیدی شد. یعنی اتفاقاتی که مثلا در سال 1401 افتاد توی ماجرای زن زندگی آزادی، دیگه از این بزرگتر امکان نبود که کاری بشه، چه اعتصابای شهری، چه تظاهرات، چه تظاهرات‌های بی‌نظیر خارج کشور، چه حمایت‌های جهانی، همه اتفاق افتاد دیگه. اون نهضت هم به دلیل همین که حالا اونا هم یه استدلالی دارن برای خودشون که ما اگر یک گام عقب بشینیم رفتیم دیگه تا آخر، همچنان که شاه این کار کرد و همین دلیل تا لحظه آخر روش باید نیستم. البته همین نکته دیگه هستش که این نیستش که من حالا نمیخوام بگم این اتفاق میافتاده در زمان از روانی، در زمان اواخر دولت پهلوی توی جیب هر وزیری، مدیر کلی یک پاسپورت ملیت دیگه ای یا چهار تا آدرس شماره خانه اقامتگاهی در همه جای دنیا وجود داره. مجموعه فعلی واقعا مجموعه‌ایه که باید اینجا بمونه تا اینکه روی نظراتش اعمال بکنه، نظراتش رو. راه دیگه هم نداره توی این فضا. حالا نکته اینجاست الان با این شرایطی که شما می‌فرمایید، بالاخره این بن‌بست توسعه رو که الان شما دارید تصویر می‌کنید، از این چطور باید عبور کنید؟ یعنی الان من توی شرایط به اصطلاح نزدیک خیلی پیش بینی نمی‌کنم بتونیم عبور کنیم. همین روش میمونه، همین وضعیت موجود. یعنی شما روند فعلی رو در واقع خارج از پارادایم توسعه میدونید تا چه زمانی، تا چه اتفاقی باید بیفته؟ ببینید توسعه اقتصادی فقط، توسعه دیگه خیلی چیز نیست. من اصلا توسعه اقتصادی بیشتر مد نظر تا زمانی که یه اتفاقات بزرگتری با اصلا توی جامعه بیفته و الا این نگاه مثلا نگاه میخوام بگم نمونه هایی که تو ذهنتون هست، نگاهیه که حاکمیت روش ایستاده و معتقده که این یک میراث انقلابه. یعنی میخوام نگاه اونا رو ببینیم. مثلا مبارزه با آمریکا یه میراث عمر آیت الله خامنه ایه. مبارزه با، یعنی قدرت انقلابی بودن، خب اینا میراث های جاودان انقلابه که قرار نیست هم رهبری کشور ازش عدول بکنن و همه را دنبال همین فضا میارن. خب تو این فضا یه چیزی دیگه ای غیر از توسعه اقتصادی تو ذهنشونه. خب و اون هیمنه جهانیه. خب ما 68 تا 76 هم خب همین نگاه رهبری داشته، اما بالاخره جامعه به سمت توسعه اقتصادی حرکت کرده. من میخوام بگم خیلی تعارضی بین این که اون نگاه تو دیگه ایناش بباید این توی این حوزه ها من خیلی نمیفهمم. دیگه السلام علیکم و رحمت الله. خب خیلی ممنون جناب آقای عبتایی. ما یک دفتر یادبودی هم داریم.